انتخاب گزارش می‌دهد. در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ پس از اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران، چین به عنوان فضایی برای تنفس تهران مطرح شده بود. اما آیا نوع همکاری تهران با پکن به نفع ایران بود؟ اگر ترامپ بار دیگر رئیس جمهور شود چه خواهد شد؟ آیا فروش نفت ایران به چین مانند سابق خواهد بود؟ برای پاسخ باید نگاهی بیندازیم به دوره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران بعد از خروج دولت ترامپ از برجام که چین نقشی مشابه ایفا کرد. اولین نکته آن است که کمک چین به ایران صرفاً در قالب خرید نفت بوده و خبری از سرمایه‌گذاری در ایران نیست. دومین نکته آن است که اگرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و اهمیت ویژه‌ای برای تهران دارد، اما این رابطه دو طرفه نیست و ایران در سیاست خارجی چین چنین جایگاه بالایی ندارد. ایران 50مین شریک تجاری چین است، یعنی چین با 49 کشور دنیا روابط تجاری گسترده‌تری نسبت به ایران دارد. سومین نکته آن است که در میان شرکای اقتصادی چین اکثر کشورهای منطقه رتبه بهتری از ایران دارد. عربستان، ترکیه، امارات، عراق، کویت و اسرائیل بالاتر از ایران همگی قرار دارند. به عنوان نمونه، عراق شریک 27 چین بوده و حجم تجارت دو کشور 53 میلیارد دلار در سال 2022 بوده است. این رقم برای امارات 99 میلیارد دلار بوده و این کشور را به شریک 18 چین در همین سال تبدیل کرده بود. حجم تجارت ایران و چین 18 میلیارد دلار است. نکته چهارم آن است که تحریم عملاً روابط ایران و چین را هم متأثر کرده. مثلا چین هیچ گونه سرمایه‌گذاری عمده‌ای در ایران انجام نمی‌دهد. تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک 25 ساله دو کشور به همراه 20 یادداشت تفاهم دیگر که زمینه این توافق شده نیز به دلیل تحریم‌ها عملیاتی نشده است. نکته پنجم این است که چین نفت ایران را ارزان می‌خرد و تهران تخفیف‌های زیادی به طرف چینی که تنها مشتری عمده نفت خود است می‌دهد. برخی می‌گویند شرکت‌های چینی به شکل واسطه‌ای نفت ایران را از امارات و مالزی با 40% تخفیف می‌خرند. واردات نفت چین از مالزی از 242 هزار بشکه در روز در سال 2019 به 1.1 میلیون بشکه در روز در سال 2023 افزایش یافته که در واقع همان نفت ایران است. رویترز میگوید چین در سال 2023 با خرید نفت خام از کشورهای تحریم شده مانند ایران و روسیه 10 میلیارد دلار پس انداز کرد. نکته ششم آن است که به دلیل همین تحریم‌ها ایران پول نفت خود را با وجود آن همه تخفیف باز هم نمیتواند نقدن دریافت کند و عمدتاً به صورت کالا آن را دریافت میکند. نکته هفتم آن است که رئیس جمهور آمریکا در اوایل سال 1403 علاوه بر قوانین تحریمی گذشته دو قانون، یعنی قانون کشتیرانی و قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین در سال 2023 امضا کرد تا اپراتورهای بندری، مالکان کشتی و پالایشگاه‌هایی را که در تجارت نفت ایران مشارکت دارند تحریم کنند. این تحریم‌ها از ماه اکتبر یعنی مهر امسال اجرایی می‌شود. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیش و شل بکنه. نکته هشتم آن است که گفته می شود دولت بایدن تحت تاثیر جنگ اوکراین برای کاهش التهاب بازار نفت و نیز بر اساس توافق غیر رسمی با ایران بر اساس مدلی شبیه توقف در برابر توقف، یعنی توقف تحریم در برابر توقف افزایش غنی‌سازی، تا حدودی فروش نفت ایران به چین را نادیده گرفته بود. ولی پیشبینی می شود در ماه‌های آینده فشارها بر شرکت‌های چینی برای خروج از تجارت نفت ایران افزایش یابد. نکته نهم آن است که پکن واردات نفت خود را متنوع کرده تا فشارهای آمریکا را کنترل کند، اما به گفته مؤسسه مرکز سیاست جهانی انرژی آمریکا 90% نفت صادراتی ایران به چین می‌رود، یعنی چین به راحتی می‌تواند از نفت ایران چشم پوشی کند، اما ایران مشتری دیگری ندارد. در نتیجه اوضاع برای ایران بسیار پیچیده و سخت خواهد شد. نکته دهم آن است که کارشناسان معتقدند پالایشگاه‌های کوچک چینی چون ارتباط کمی با اقتصاد آمریکا دارند به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد، ولی در صورت اجرای جدی و شدید تحریم‌ها خرید نفت ایران برای آنها هم دشوارتر می‌شود. در نتیجه ایران ممکن است مجبور شود نفت خود را با تخفیفی بیشتر از قبل به فروش برساند تا پالایشگاه‌های کوچک چین مجدداً ترغیب شوند نفت ایران را بخرند. این گزارش در پایگاه خبری انتخاب تهیه و تقدیم شما شده است.